خیلی خوشحالم، خوش اومدید. میخواستم در رابطه با کار رقص باهاتون صحبت کنم. شما کار رقص کنتمپری انجام میدید، چرا دقیقا کار کنتمپری معاصری بهش میگن؟ دقیقا من خودم کلمه فارسیش نمیدونم چی بگم. رقص معاصری همونجور که خودت گفتی، به نظرم رقص معاصری رقصیه که هیچ مرزی نداره. توی این رقص تو میتونی تمام تجربیاتت، عشق، داستانتو با بدنت بگی. واسه همین هیچ قانونی نداره و تنها دلیل تو واسه حرکت کردنت و رقصیدنت گفتن داستانته. واسه همین مثلا بعضی جا به عنوان رقص تئاتر به اصطلاح میگن که خیلی آشنا هم حتی نیستن و خیلی تجربه مختلفشون رو با هم قاطی میکنن. و مثلا من خودم تجربه رقص صوفی دارم، یکم رقص مثلا بریک دنس کار کردم، بعدش این دوتا رو هم حتی تو رقصم بعضی وقت کار میکنم، ولی شاید بیننده نفهمه چون تغییر خیلی میدم. ولی رقصیه که مثل یه ظرف غذاست، یعنی تو هر چی میتونی توش بذاری و هیچ قانونی نداره و قشنگیش هم به همینه. یعنی یه چیزی که قبلا گفتین وقتی داشتیم صحبت میکردیم اینه که جنسیت اهمیتش کم میشه یا از بین میره توی این نوع رقص، و چرا اون مهمه از نظر شما؟ این همونجوری که گفتم این رقص بدون مرزه، واسه همین هیچ قانون نداره که مرد چجوری برقصه یا زن چجوری برقصه. خب رقصهای دیگه هستن، استایلهای دیگه که تو کاملا حس میکنی اون لحظه که آره من الان یه زنم باید دارم میرقصم یا حالت فمینیتی دارم یا لطافت دارم. ولی رقص مدرن هیچ کدوم اینا رو نداره و وقتی گروهی کار میکنی یا حتی تنهایی توی استیج جنسیت خاکستریه واسه، یعنی نمیفهمی چی. حتی من تو اجراهام که حتی برهنگی توش باشه اون لحظه خود من فکر نمی کنم که الان من یه دخترم دارم راه میرم، الان فکر می کنم من دارم راه میرم. میدونی چی میگم؟ فاعلا اون من جنسیتش از بین میره، واسه همین این زیباییشه من حس میکنم. یه صحبت دیگه هم که قبلا کرده بودیم با همین بود که داشتی میگفتی که از نظرت رقص خیلی سیاسیه، اینو یه خورده توضیح بده، چرا اینطوری فکر میکنی؟ رقص سیاسی هست واسه کسایی که تجربه بزرگ شدن تو کشور مثلا ایران، حالا کشورهای دیگر من تجربه ندارم، حالا خودم رو بگم کشورم همیشه از بچگی علاقه من بودم به رقصیدن. خب هیچ وقت سیستم و خانواده، فرهنگ، سیاست همیشه مخالف رقص بوده و من همیشه میپرسم واسه یه چی؟ چرا من نمیتونم برقصم؟ دلیلش چیه؟ من بچه بودم دوستشم برم کلاس باله، مامانم منو کلاس تکواندو فرستاد، کمربند مشکی گرفتم ولی همیشه به رقص فکر میکردم. این باعث شد که هر موقع که من میرقصم فکر میکنم دارم یه چیزی رو میشکنم، اون قانون اشتباهی رو دارم میشکنم و وظیفه خودم میدونم که اون قانون اشتباهی که سیاستمدارای ما نوشتن من یک وسیلم، یک ابزارم که هر دفعه اینو باید بشکنم و احساس مسئولیت میکنم. واسه همین رقص واسه من این نیستش که الان میخوام برقصم هنری باشه. از یه طرف به این فکر میکنم که علامت سوال تو ذهن مردم بیارم. حالا هر کسی میدونین جهت خودشو داره تو سیاست، خیلی پیچیده است، ولی من خودم رو وسیله میدونم که علامت سوال تو ذهن مردم بیارم. جواب به مردم نمیدم که آره جواب ما الان اینه، نه، من علامت سوال میذارم برای مردم، حالا با بدنم، با تصاویری که دارم، و مردم هم که تصمیم میگیرن که جوابشون چیه یا اصلا میخوان دنبالشون بگیرن یا نه. در رابطه با اهمیت رقص برای کودکان حرف زده بودی قبلا و اینکه چه تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه، به خصوص بچه‌ها چه سوئدی باشن چه پناهنده باشن که اومدن سوئد و الان سوئدی ان، اینو میتونین یه خورده توضیح بدین؟ آره، من حس میکنم جوانای الان از بچگی خب بزرگ میشن تمام وقتشون به اینه که گوشی‌هاشون رو دست بزنن یا وسایل الکترونیکی. چقدر ما در روز همدیگر رو تماس دستی یا پوست به پوست داریم، بدن به بدن داریم. من حس میکنم عشق یا محبت یا اعتماد چیزی که فقط از این طریق میتونه بین آدم‌ها ایجاد بشه.
و همینطور که به نظر من بچه ها اگر بچگی شروع کنن تماس بدن به بدن داشته باشن، یک اعتماد خاصی نسبت به هم گروهشون، هم مدرسی هاشون ایجاد میشه، با خانوادهشون، اگه مثلا با مادرشون بیان کلاس های رقص. مثلا ما بچه هایی داریم از مثلا 2 ماهگی 1 ماهگی میان مثلا با مادرشون تا بگیر سن بالاتر. به نظر من رقص یک چیزیه که تو هم با دیگران ارتباط برقرار میکنی، با اینکه شاید من خودم مهاجرم به سوئد، هنوز سوئدیم در اون سطحی نیست که خب همه چیزو بفهمم، ولی تو رقص این باعث میشه که تمام این محدودیت‌ها رو واسه من از بین ببره و بتونم با همه بدون در نظر گرفتن هیچ مرزی ارتباط برقرار کنم. یه سری احساسات هم هست ما به زبان مادر خودمون نمیتونیم بگیم. من از میگم مثلا خیلی بچه های جوان هستن، مخصوصا هیسن بالاتر میره، یه سری احساسات نمیتونن بگن، نه به مادرشون، دوستشون، هیچی. رقص این کمک رو باید میکنه که تو با دیگران یا با خودت به تو اتفاق کنی و این احساساتت جمع نشه، خالی کنی. میدونی چی میگم؟ حتی الان آمار گرفتن که اعتماد بین آدم‌ها کمتر از جنگ جهانی اوله. اعتماد بین آدم چند تا دوست ما داریم که واقعا اعتماد داریم. من اسم بگم رقص میتونه یک درمان باشه واسه همه ما، چون باعث میشه محبت انتقال بشه از پوست به پوست. در رابطه با بچه هایم که تراما دیدن، اذیت جنسی دیدن یا بالاخره فرار کردن، شرایط خیلی سختی زندگی کردن، رقص به علاوه چیزایی که گفتین چه تأثیرهای مثبتی خودتون دیدین داشته؟ ببین، بچه هایی که از قبل تجربه بدی دارن یا همین مشکلات، حالا هر کسی تجربه خاص خودشو داره، من کسایی دیدم که روز اول حتی دوستانشان تماس دست به دست داشته باشن با جنس مخالف خودشون به خاطر ترسشون. رقص این کمک رو میکنه، البته طولانی مدت، نمیتونه با یه جلسه معجزه بکنه، ولی طولانی مدت این کار رو میتونه بکنه که تو از تمام این مرزها و فریم های تعریف شده واسه تو، مثلا چه چیزی درسته، چه چیزی غلطه، یا اعتماد، یا همه چی، اینا رو تو همه رو میشوری، تمام اینایی که تو مغزت کردن، یا دختر چجوری باید راه بره برقصه، پسر چجوری باید راه بره برقصه، اونا رو همه رو میذاری کنار، شروع میکنی واژه و تا عارف جدید واسه خودت میسازی. و بچه های جدیدی که این مشکلات رو داشتن و حس شرم دارن یا چی، اینا رو میذارن کنار بعد این مدت، چون رقص کمکشون میکنه که آزادی داشته باشن و فکر نکنن هیچ مرزی واسه شون هست، چجوری تکون بخورن، چجوری حسشون با بدنشون بیان کنن، چجوری یه نفر دیگر رو تماس داشته باشن، تمام این مرزها شکسته میشه و این کمکشون میکنه که به مرور زمان این اعتماد، همونجور که گفتم، بین هم دیگه ایجاد کنن. به نظر من اعتماد و محبت چیزی که داره روز به روز بین ماها کم میشه و رقص این کمک رو به بچه ها میکنه که اینا رو، ترس و تمام این تعاریف راجب جنسیت و همه اینا رو بذارن کنار و تو لحظه زندگی کنن، چون وقتی میرقصی نمیتونی به چیز دیگه فکر کنی. گفته بودی که هیچ وقت، خب البته تو ایران که قدغن بود، بعد حتی مجبور شدی معماری بخونی، نتونستی رقص بخونی، و حتی داشتی میگفتی که رقاص یه واژه منفیه، همیشه ازش استفاده میشه. چی شده که پیگیری کردی و گفتی که این کارو میکنم، هر راهی شده انجام میدم و خب این کارو کردی؟ من از بچگی طوری بودم، کلا عادتم این بود که وقتی به هم میگفتن این کارو نکن و از طرف مغز خودم فکر میکردم که چرا این کار درسته، پافشاری تا لحظه آخر میکردم که اون کارو انجام بدم. به نظر من قانونای بد یا قانونای مسخره نوشته شدن و باید مردم بشکننشون، چون ما همه مسئوله که قوانینی که واقعا به عقل جور در نمیاد و بشکنیم و نپذیریم. منم به عنوان خودم، به عنوان یک کسی که علاقه من به رقص بودم، حالا هر کسی تو جهت خودش با قوانین آشناییت داره، با این قانون آشنا شدم که رقص ممنوعه و خودم مسئول دونستم، مثل یه ابزار، مثل یه اره که هر رفعه که میرقصم یا هر رفعه اجرا دارم یه حس خوب بهم دست میده. امیدوارم که یک نفر از ایران، یا نمیدونم،
این منو ببینه و یک اشتیاقی بهش دست بده که این ممکنه. من یه روزی تو ایران هیچ وقت فکر نمی کردم اینجا باشم، میخوام برقصم، مردم مثلا منو دعوت بکنن یا اصلا این کمپانی بخواد منو استخدام کنه، ولی این ممکنه. تا لحظه آخر آدم باید بجنگه. ماها من خودم رو یه جنگنده میدونم، یعنی همیشه مبارزه گر، لحظه به لحظه زندگیم همش مبارزه است و دوستش دارم، یعنی این نیست که ناراحت باشم و امیدوارم که یک روزی با کارهایی که میکنم یک نفر از ایرانی، حتی یه نفر واسه هم کافیه، اثر من این امید بهش داده بشه که یه راهی واسهش هستش که بتونه به آرزوهاش برسه. چون خیلی هستن که حسرت همینجا رو دارن، حسرت این آزادی، همین حرف زدن منه که الان هیچ کسی نیستش که بخوام بترسم، این حسرت رو خیلی دارن. من خودم مسئول میدونم. خیلی قشنگ گفتی. تو این جلسه ای که تو کل هستیم قراره یه رقصی انجام بدی. خب گفتی که جزو یه گروه کانتمپری هستی، ولی این رقص رو خودت کوریوگراف کردی، خودت انجام دادی و تنهایی داری انجام میدی. میتونی توضیح بدی این چیه، این رقص و هدفش چیه؟ این رقص اصلش حدودا یک ساعت بودش که من فستیوال تئاتر هایدلبرگ که مال ایرانیا بود اقدام کردم که اجرا بکنم تو ماه فوریه. بعد باسه کل یکی از کسایی که اونجا دیده بود اجرامو از من دعوت کرد اینجا اجرا بکنم، چون که تو شش سری تابو شکنی های انجام دادم و خیلی خوشحالم هستم که از مردم مشوق شدن، چون این انتظار داشتم شاید مثلا برخورد خوبی نشه، یعنی این ترسو داشتم. میدونی خب وقتی تئاتر ایرانی باشه آدم احتمال هر چیزی رو میده و اصلا شوکه شده بودم که اینقدر مثلا خوششون اومده بود. واسه امشب 15 دقیقه از اون کار رو از بخش سفیدشون، کارم مثل سیاه و سفیده، از قسمت سفید 15 دقیقه رو بیرون کشیدم و انجام میدم و قسمت سیاهش بیشتر راجع به بود تاریک همه ماست که همه آدم ها دارن و من اینو نشون میدم که آدم باید باشه ارتباط برقرار کنه به جای اینکه بگه وجود نداره. قسمت سفیدم بیشتر راجع به امیدها و آرزوها و مرگه و اینکه آدم همیشه دوست رو به بهبود یا بهتر بودن پیش میره و این همه درگیریایی که آدم داره که به اون بهتر شدن برسه و یک حالت فریم دستم میگیرم، اون نشون دهنده چارچوبایی که مثلا هر جامعه نسبت به جامعه و سیستم هر کسی داره و من اونو مثلا میشکنم و از اون مثلا قابه میام بیرون و فکر کنم کارم طوریه که هر کسی از هر مثلا گذشته یا از هر کشور میتونه باش ارتباط برقرار کنه، چون خیلی از چیزا تصاویری که میدم اینترنشناله، یعنی اونجوری نیست که فقط بگم مال ایرانه، هر جایی به نظر من تابوها و مشکلات خودشو داره، یعنی نمیشه گفتش جامعه اینجا هم خیلی بازن. به عنوان سوال آخر این بود که گفتی در ضمن بدن اوریان خودت هم نشون میدی به عنوان همون تابو شکنی، چرا بدن انقدر اهمیت داره؟ ببین من خودم حس میکنم تو هنر همیشه وقتی بحث لخ بودن یا اوریان شدن میان، من حس میکنم بحث صداقته، صداقت من با مخاطبم، اینکه بگم پشت تمام این لباس و گریم و زیبایی و نور و صدا منم که هستم، من میخوام این تصویر رو بدم که آتوسا همینی که هست، چیزی که هیچ قبول نشدم از طرفش از خیلی ها، ولی میخوام اینو نشون بدم که این جرأت رو دارم که نشون بدم، شاید قضاوت بشم، میدونی که آدم خب همیشه قضاوت میشه وقتی رو صحنه است، ولی این جرأت رو دارم که دیگران منو ببینن و قضاوت کنن و انقدر محکم هستم که پام نمیلرزه یک لحظه، این پای من همیشه محکم وای میسته روی زمین و اینو میخوام نشون بدم که پشت تمام این نگاه ها و قضاوت هایی که میشم اینی هم که هستم و کارم رو میکنم و میرم. آفرین به تو، خیلی خیلی ممنون از مصاحبت. مرسی عزیزم.